عزیز جم تی وی، امروز مجری توپل ریپورتر به همراه فیلمبردار لاغر ریپورتر آرش به همراه شما آمدیم به نمایشگاه توریستی عرب رابط. در این نمایشگاه توریستی شما با جاذبه‌های توریستی کشورهای عربی و کشورهای دنیا آشنا میشید. ما دوربین رو به جای آوردیم که شما نمیتونید بیاید و یا اومدنش برای شما سخته. شما اینو باید بدونید که ما در این برنامه میخوایم شما رو با جاذبه‌های دیدنی و جاهای مختلف دنیا آشنا کنیم. این نمایشگاه که یک نمایشگاه صرفا توریستی است، کلیه خطوط هواپیمایی بین‌المللی، شرکت‌های توریستی، شرکت‌های مسافرتی و یا جاهایی که جاذبه گردشگری دارن در این شرکت کردن. جایی بسیار دیدنی است. همراه ما باشید تا بریم داخل. عزیز من، امروز دیگه قضیه توریست انقدر بزرگ شده که دیگه بهش میگن صنعت توریست، یعنی یه چیزی فراتر از اون چیزی که آدم میخواد بهش فکر بکنه. یعنی بعد از صنعت نفت و صنعت گاز، امروز دیگه توریست شده یه صنعت بزرگ. همه کشورهای دنیا به تکاپو افتادن، کشورهای عربی، ایران، کشورهای آسیا، کشورهای اروپا، همه یه جوری دلشون میخواد این توریست رو چی بیشتر جذب کنن به سمت خودشون. حالا چرا؟ دلیلش اینه که پول توی توریست خیلی زیاده، به خاطر اینکه پول توریست خیلی 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 خالصه. یعنی چی؟ یعنی که پول خالصی که به دست شما میرسه انقدر گنده است که اینو اومدن با نفت و گاز دارم برابرش میکنم. حالا چجوری؟ من براتون یه مثال میزنم که این خیلی مثال جالبیه. در کشورهایی که نفت دارن، مثل همین کشورهای عربی و یا کشور ایران، ما وقتی که یه بشکه نفت رو میخوایم صادر کنیم، این 60 دلار برای ما سود داره. اما این سود واقعی نیست. چرا واقعی نیست؟ آها، این از اون لحاظه. به خاطر این واقعی نیست که وقتی پول نفت میخواد بیاد جلو، هزینه های تسویه داره، هزینه مالیات داره و غیره. یه چیز حدود بشکه 20 دلار پول تو جیب هر کشوری میره. اما توریست اینجوری نیست. وقتی یک شب یه توریست بیاد توی هتل 5 ستاره در ایران، در امارات، در بحرین، در هر جا که دلش میخواد بخوابه، این 200 دلار پول سالم، پول خالص، پولی که ازش مالیات کم نمیشه، وارد اقتصاد کشور میکنه. و به خاطر همین هم هستش که میگن چی؟ امروز توریست یه صنعتی است فراتر از اون چی که شما فکرشو میکنید. اتفاق بریم جاهای دیگر ببینیم، خیلی دیدنیه. که الان از پای تلویزیون نمیخواین تکون بخورین، ولی اگرم یه ذره میخواین تکون بخورین اشکالی نداره، میتونید یه ذره تکون بخورید. برجهت میخواستم اینا براتون بگم که راهکارهای جذب توریست در دنیا دیگه متفاوت شده، به این حد که مثلا کشورها اومدن از ویژگی‌های خودشون، از جذابیت‌های خودشون برای جذب توریست استفاده کردن. الان کسایی که تو کشورهاشون میتونن اسکی کنن، ما توریستایی داریم برای کوهنوردی به جای میرن، برای بیابانگردی میرن، برای صحراگردی میرن. اصلا خیلی از کشورها توریستاشون بلند میشن میرن یه کشور دیگه که مثلا صحرای اون کشور ببینن، یا نه برن اونجا جونورای اون کشور رو ببینن، ببینن چه حیواناتی تو این کشورها هست، مثل آفریقا. ما مثلا در امارات توریستا خیلی به خاطر این میان، علل خصوص اروپایی‌ها که از صحراها بازدید کنن، از بیابونا بازدید کنن. یا همین کشور خودمون رو مثال می‌زنیم، ما سال‌ها در کشور خودمون توریست‌هایی داشتیم که برای طبیعت گردی و بیابونگردی می‌اومدن. امروز توریست از طریق فستیوال‌های مختلف، از طریق برنامه‌های موسیقی، از طریق بیزنس حتی توی کشورها جلب میشه.
و انقدر این داستان توریست داره بزرگ و بزرگتر میشه و انقدر داره دیدنی تر میشه و انقدر داره جذاب تر میشه که دیگه حتی بیزنس هم دیگه یه جوری چسبیده به توریست. همه به خاطر توریست و همه جا سفر میکنن و همه کشورها دارن سعی میکنن یه چیزی هم که شده درست کنن که 4 تا حتی شده توریست بیاد تو کشورشون و از اونها بازدید کنه. اینکه یه کشوری میاد بلندترین برج دنیا رو درست میکنه، اینکه یه کشوری میاد بلند میشه برای خودش کار ملک رو را میندازه، بزرگترین ملک دنیا رو درست میکنه، کوچکترین ملک دنیا رو درست میکنه، بزرگترین کوه مصنوعی رو درست میکنه، جزیره مصنوعی درست میکنه، همه اینا به خاطر اینه که چی؟ توریسته وارد کشور بشه. اینجا ما الان داخل غرفه هواپیمایی امارات هستیم، به اتفاق با هم میریم جاهای دیگر هم میبینیم. توجه بفرمایید که بحث توریست در دنیا اینقدر دیگه داره بزرگ میشه و همینطوری که در قبل بهتون گفتم داره تبدیل به یه صنعت میشه، بحث اقامت و هتل هم داره همراه با توریست بزرگ میشه. چرا؟ چون در کشورهایی که توریستی هستن و میخوان توریست جلب بکنن باید صنعت هتل و پذیرایی و غذا و خوراک و همه چیشون هم مثل من اینجوری گنده بشه. مثلا ما اینجا اومدیم در غرفه هتل ها در نمایشگاه توریست عرب. غرفه هست گلدن تولیپ. گلدن تولیپ هم جزو هتل هایی هست که تو تمام دنیا شعبه داره، تو تمام دنیا فعالیت داره. هتل کنار دریا داره، هتل که کوه داره، هتل تو آسمون داره، خلاصه همه جا هتل داره. امروز در همه دنیا یه اتفاق جالبی افتاده، چون توریست داره بزرگ میشه ناخودآگاه بعد خدماتی که به توریست داده میشه هم بزرگ بشه، مثل خدمات هتل، اقامت، غذا و تفریح توریست، به این حد که یه سری هتل‌های بین‌المللی تو دنیا تبدیل شدن به یه هتل‌های زنجیره‌ای. هر جای دنیا که توریست پاشو میذاره اینا میرن همونجا پاشونو میذارن، مثل هتل گلدن تولیپ که ما الان داریم از جای غرفه‌اش رد میشیم. جلوی هتل گراورن هاوس هستیم. این هتل هم یک هتل بین‌المللیه، هتلیه که توی تمام دنیا شعبه داره. تو هر جایی که فکر کنید یک انسانی با $100 پول رد میشه، این رفته همونجا یه غرفه زده. هتل لمریدیان، بله اینجا هتل لمریدیان رو میبینید، چقدر هم تو شلوغ انگال اینا همه اومدن همونجا بخوابن. باورتون نمیشه یه بیچی این هتل لمریدیان داره لب دریا که اگر قسمتتون بشه من و آرش بریم اونجا چیزهایی میبینید که خواهید دید. این خیلی نکته مهمی بهش توجه کنید. اینم حالا یه هتل دیگه است که اومدیم براتون ازش فیلم بگیریم. هتلی هست روی آب، بهش میگن کروز. بعضی موقع طول این هتل‌ها به 400 متر رو دریا میرسه. دیگه خودتون تصور کنین میتونه چه قولی باشه. استخر داره، رستوران داره، دیسکو داره، شاپ داره، مغازه داره. اصلا باورتون نمیشه. توی یک همچین کشتی کروزی اگر قسمتتون بشه که مسافرت کنین، از این سرش که برین، از این سرش که بخواین در میایین که همینجا آرش داره براتون میگیره، 2 روز طول میکشه. حالا این قلو واوری تو این حدوداست. یه گروه از شرکت هتل‌های عربی هست که اینجا غرفه‌شه. این شامل المنزل، د آدرس یا قمرالدین و شرکت گروه‌های پالاس هستش. این شرکت‌ها بیشتر شرکت‌های عربی هستن و هتل‌هایی که می‌سازن خیلی هتل‌های سنتی عربیه. دوستانی که مثلا مدینه الجمیرا اومدن یا اومدن مثلا تو کشورهای عربی اون هتل‌های پالاس رفتن، متوجه میشن که من چی میگم. این هتل‌ها خیلی سنتیه، شبیه به سنت‌های قدیمی عرب بادیه نشین درست شده. اکثر اتاقاش به صورت خیمه هستش، توش از دکور شمشیر و نمیدونم زره و این چیزایی که قدیما عربا تو بادیه استفاده میکردن استفاده شده. هتل‌های خیلی دیدنی و خیلی سنتی. هتل دیگه یه که حتما هر کدوم از شما اگر به امارات سفر کردین قیافه اینا دیدین، هتل برج العرب. بعضی میگن برج العمل، اون یه چیز دیگه است. این برج العربه که خیلی هتل جالبیه. تنها هتل میگن تنها هتل 7 ستاره دنیاست، اما به طور کلی ما تو دنیا 5 ستاره بیشتر استاندارد نداریم. حالا اینم از همون صحبت هاست که میگن 7 و اینا. حالا شما اینو داشته باشید تا بعد که ما ببینیم اون دوتاش بابت چیه.
همونطور که بهتون گفتم هتل‌ها در سرتاسر دنیا خیلی متفاوتن. هر کدومشون برای یک دلخواه، برای یک نوع کیفیت، برای یک نوع نیاز توریست‌ها درست میشن. در کنار یک هتلی هستیم به اسم هتل جواهر که این هتل تنها هتل اسلامی در امارات هستش. برنده جایزه کیفیت امارات شده در دبی، روبروی تقریبا سیتی سنتر دبی واقع شده. ایرانی‌ها همه اونجا رو می‌شناسن. در کنار مدیر عاملشون هستیم و ایشون می‌خوان یک توضیحاتی در مورد تنها هتل اسلامیشون به ما بدن. We just won the Dubai Quality Award Appreciation Program from His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid last week, and we are the first group of four-star hotels winning this award. We are managing the hotels by two standards, Sharia compliance standard and the international standard. Yesterday we got the Halal Award from Malaysia, and Prime Minister we just hand over the award for us. And we are welcoming our guests from the Sharia compliance as well. And the hotel is not only for the Muslim people, but the hotel for the Muslim and non-Muslim. But the Muslim people, which they are looking for Sharia, they will find what they are looking for. And even the non-Muslim people, they will find experience, a new experience for the Emirates culture, as well the new style of unique Emirates hospitality. این استادیوم منچستر یونایتد فوتبال، کریکت 1، کریکت 2 و استادیوم المپیک. اینجا ماکت شهرک اسپورت سیتی از مجموعه شهرک‌های دوبیلند. این شهرک الان ماکت ساختموناش نیست، ولی یک چیز حدود 80% آماده شده. این دوتا استادیوم که کامل شده. البته ما میریم از اونجا برای شما گزارش هم میگیریم. بریم جاهای دیگر هم ببینیم. ببینین مردم، داستان از این قراره که وقتی یه کسی میخواد یه کار بزرگی انجام بده و اون پروژه های ملیه و این کارهای بزرگ کارهای ملیه و خیلی عظیم به نظر میاد، ما نباید اونا رو تخریبشون کنیم یا اونا رو از بین ببریمشون. زمانی که خواجه نصرالدین طوسی داشته گنبد رصدخونه مراغه رو میساخته، های هلا هاو ار یو ثانک یو، وقتی خواجه نصرالدین طوسی داشته گنبد بزرگ مراغه رو میساخته، به این فکر نکرده که گنبد بزرگ مراغه شامل چه چیزیه، یا بودجش از کجا آمده، یا آیا این برای چه کاری ساخته شده. بنابراین باید ما به کارهای بزرگ ارج بدیم. این دو خانم هم در یونیورسال استدیو کار میکنن. یونیورسال استدیو از اون شرکت هایی است که میخواد در دوبیلند سرمایه گذاری کنه، استدیوی بزرگ بسازه. خود یونیورسال استدیو یک کشوره، یه چیز خیلی بزرگه. آقا دوربین رو ببر ما تو راحت باشه. واخه عزیز من، شما دوربین رو ببر. آره شهرک اسپورت سیتی، یا به قول عربا مدینه تو دوبل الریاضت. ریاضت یعنی همون کاری که انجام میدی و باعث میشه عرق بریزی، ورزش کنی. ریاضت کشیدن یعنی همون ورزش کردن. یه ذره عزیزم این عقبتر وایسا. ببینید عزیزان من، یه برنامه ای ما میخوایم بسازیم برای شما که از شاپینگ و از خریدم بهتون بگیم، ولی یکی از جاهای دیدنی در دوبلن که الان موجوده که اگر اومد